سلام، با ویژه برنامه نوروز، برنامه پلاسما در خدمتتون هستیم. یه مهمان خیلی ویژه کات دادین؟ ببخشید. نه، من دستتون رفت، حال ما بود. سلام، در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه پلاسما ویژه برنامه نوروز. یه مهمون خیلی ویژه و دوست داشتنی کنار ما هست، جناب آقای علیرضا فغانی، داور بین‌المللی کشورمون. آقا سلام. سلام حسین جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور بینندگان عزیز. سال نو رو خدمت شما و عزیزان تبریک میگم، امیدوارم سال خوب تو هم با سلامتی و رزق و روزی عالی برای همه مردم. ممنون همینطور واسه شما. سال 97 رو یه جوری هول دادیم و تمامش کردیم، رسیدیم به 98. بله. درسته؟ هول. بله بله. این واژه هول که میاد داشتیم بحث میکنیم، شما یه هول معروف دارید روی بازیکنی که من خیلی دوستش دارم، تونی کروز. واقعا دوستش داری؟ اصلا بهترین بازیکن هافبک به نظر من تو دنیایشون هستن. سلامت باشی. و شما یه هولی دادی یا توضیح راجع میدی، واسه من خیلی جذاب بود اون صحنه که من عرض خدمتتون. انقدر اتفاقات خوبی تو سال 97 برای من افتاد که واقعا دوست نداشتم تموم بشه، ولی خب این واقعیتی که عمرم اون واسه شما کاملا خوب بود. پس خوب بود بحثی هولای تونی کروز که اما من واقعا نمیشناختمش حقیقتا، ولی اون اعتراض تو اون لحظه تونی کروز رو نمیشناختی؟ من به خدا نمیشناختمش، ولی زمانی که اعتراض کرد فقط سعی کردم فاصله قانونی رو بهش گوش زد بکنم که بعد برداشت شد که هول داد و این حرفا، ولی خب خوب بود بازخوردش. خوب بود، یعنی حاشیه خوبی بود. خوب بود. خب حواشی جام جهانی هم... آقای فرهانی نیستن نه؟ آقای فرهانی که حالا فرقی نمیکنه حالا چه ایشون باشن چه من سوالا رو پرسن. راجبه کلیپای منم میخوام صحبت کنیم. کلیپ ما دنبال میکنید؟ بله، واقعا لذت میاریم. تبریک میگم به شما و همکاراتون. مرسی. مثلا کلیپایی که تو هم با حرکات موزون هستش، کار قشنگ موزیکال دارم. موزیکال موزیکال بله. سبک شاد رو دوست دارید دیگه؟ بله من سلام حالت خوبه؟ اینو کارت دارم. سوال میپرسم آقا فغانی هستن؟ نه نه فرقی میکنه، من میپرسم دیگه، حالا سوالا رو بلدم دیگه. نمیشه آقا فغانی شوخی کرد الان اخراج اون بکنه. آره کارت قرمز قد چند کنکنش خوش میگذره. آقا خیلی مخلصی، خیلی خوشحالم. قربونت برم. ببخشید بابا، بس 4 دقیقه دیر رسیدم. سوال من دارم ولی بعد میام دیگه. باشه باشه آقا ببخشید. تونی کروز رو پرسید؟ یه دوست سوال کردم من. آقا میخواستم اصلا ما اینجوری سوال بکنیم که اصولا شما با لمس کردم یه مقدار مشکل دارید مثل که تو فوتبال؟ لمس که میگم بستگی به طرف مقابل داره، ولی خب لمس زیاد کردم. حالا تو ایران هول دادن بوده، ولی اینجا بحث یه عقب والا فاصله قانونی نشون دادم به اون بازیکن بود. بهونه گفتگوی ما یه گفتگوی عیدان است و چه بهونه‌ای بهتر از این، و ما خیلی خوشحالیم که تو ایام نوروز قراره که با شما صحبت بکنیم با طرفدارای تی وی پلاس. سوالمون هم عیدانه شروع میکنیم با شما. امسال کی چی بخوره تو خونه شما اخراج میشه؟ ما حقیقتا دست به چی بزنه در واقع خونمون حالا اینجور مسئله اصلا مطرح نیست، آزاده. من زیاد توجه نمیکنم و میگم کل حالا خریده خونه، اداره خونه با همسرمه و اینکه حالا کی چی هم بخوره واقعا با وجود همه گرونیایی که امسال اتفاق افتاد اصلا مهم نیست. مهم نیست، بعد من اصلا قیمتانم نمیدونم حقیقتش. من بعضی وقتا تو اداره دوستانم سر قیمت گوشت و مرغ اینو بحث میکنم، من مثلا اونجا تازه متوجه میشم. مگر نه همه بار دوش زندگی رو دوش خانومتونه دیگه؟ همه بار زندگی رو دوش به جیب شما البته دیگه. خب من سعی میکنم از اون نظر تامین کنم بقیه مواردشون زیاد میشه. عالیه. حسرتی دارین تو فوتبال؟ من حسرتم این بود که چرا جام جهانی 2014 به عنوان تیم اصلی انتخاب نشد و تیم ذخیره رفتیم، ولی همیشه اعتقاد دارم اتفاقاتی که تو زندگی میفته 50% من میتونم تاثیرگذار باشم، یعنی میتونم تغییر ایجاد کنم، 50% بقیهش خارج از کنترله و حالا از طرف خدا مقدر میشه و بعدم به قبولش کنیم. تو زندگی شده قضاوت بکنی؟ خب یه حالا یه فرهنگ بعدی که تو کشورمون با پس ما هم همون کارو داریم انجام میدیم، خیلی قضاوت میکنیم. من خیلی سعی میکنم حالا با توجه به این توصیه و نصیحتایی که میشه واقعا این
کارو نداشته باشم، از این هم خودداری کنم، ولی خب خیلی پیش میاد، بالاخره انسان هستیم، ایرانی هستیم و راحت مردم رو بزنیم. شما سختره چون خیلی ریزبینانه نگاه میکنین همه، چون شاید خیلی بیشتر قضاوت کنم. نه اتفاقا من تو زندگی شخصی اصلا ریزبین نیستم، همین سطحی نگر هستم و اصلا توجه نمی کنم. خیلی از موزیکایی که میشنم اصلا خواننده رو نمیشناسم، اسم فیلمایی که میبینم اصلا حفظم، فقط از کاری که میبینم لذت میبرم یا میشنوم لذت میبرم. آقای فقانه تو زندگی خودتون چند تا فول داشتین که بابتش به خودتون کارت داده باشین؟ فول که زیاد بوده، ولی خب اتفاقات مهمی که تو زندگیم رقم خورده خوشبختانه خوب بوده، ولی نقطه تاریک زندگیم همین درس خوندنم بوده که دیپلم ردی شدم، درس ندیدم، ندادم که الان دیگه با اتفاقایی که افتاده دیگه. خب یه آره دیگه میگم با این شرایطی که الان حالا هم درگیر داوری و خونه و زندگی اینا هستم، مثلا دارم درس میخونم. اصولا چیو تو زندگی خودتون خطا میگیرید یا بهش سخت میگیرید؟ یکی اینکه دروغ تو زندگیمون نباشه و اون لقمه هم که سر سفره میاره میره حلال باشه. چون راجع به حلال بودن پول صحبت کردین، قطعا به داورا خیلی پیشنهاد میشه بابت بازی های مختلف، چه تو لیگ های مثلا دست اول و دوم و سوممون، چه تو لیگ برتر، حالا چه بازی های بین المللی، چه شکلی میشه مقاومت کرد؟ وسوسه نمیشین؟ به خودتون تا حالا پیشنهاد شده؟ نه پیشنهاد رشوه آره پیشنهاد رشوه تا حالا برای خود من پیش نیومده، ولی زیاد سخت نیست اگه واقعا شما به یه اصولی که داشته باشی پایبند باشی. حالا در مقابل حتی وسوسه انگیزترین پیشنهاد هم شما میتونی، الان که دیگه کسی جرئت نمیکنه به شما پیشنهاد، نه الان بازیکن حریف رو میخرن، نمیدونم از این کارا سراغ شما نمیان، کمتر دیگه، زیاد هزینه برای داور نمیکنه. بریم یه سری تصاویر جذاب و پر از هیجان از قضاوت های خاطر انگیز آقای فقانی تو دنیای فوتبال ببینیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو جذابمون. من که مطمئنم گفتگو با آقای فقانی تا این لحظه جزو جذاب‌ترین گفتگوهایی خواهد بود که تو سال 98 شما از تیوی پلاس خواهیدید. ادامهش رو میریم قربان، خیلی به مدار خوش میگذره و اینکه خیلی ممنون که اینقدر شفاف توضیح میدین. توصیه میکنید به کسی بیاد سمت داوری؟ اخیرا میگن هر کی میخواد نفرینش کنی بهش بگو برو داور شو، ولی خب میگم با اتفاقات خوبی که تو این چند سال افتاده برای داوری، نگاه‌ها به داوری عوض شده و معمولا کسایی که میان فوتبال مثل خودم تو فوتبال نمیتونن موفق باشن، میرن تو حالا بحث داوری و مربیگری فعالیت میکنن. ولی الان من بچه های 14-15 ساله بودی که حالا پیام میدادن توی اینستاگرام دایرکت میدادن که ما میخوایم داوری شروع کنیم چیکار باید بکنیم دیگه. حالا معمولا من اول بهشون توصیه میکنم که نیاید، ولی اگر اومدید به واسطه داوری اتفاقات مهم زندگیتون رو از دست ندید. خانوما چی؟ بالاخره خانوما هم امید داشته باشن داوری تو ایران مثل شما مشهور بشن تو دنیا که خوشبختانه الان فوتبالشون هم مثل آقایون برنامه داره، جام جهانی دارن، جام ملت‌ها دارن. تو آسیا هم یه خود شرایط بهتر شده، تو ایران هم همینطور با توجه به بحث حالا حجابی که ما داریم یه خود سخت گرفته بودن، ولی الان دیگه تایید شد که با حالا پوشش اسلامی بیان مسابقه بدن و داوران خوشبختانه دارن فعال میکنن، فعالیت میکنن. خانم قربانی تو بحث داوری فوتبال اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زدن، المپیک دعوت شدن الان. خانم ناظمی تو بحث فوتسال با خانم زری فتی تو فوتسال رفتن مسابقات جام ملت‌های اروپا حتی دعوت شدن داوری کردن. اینو واقعا ما افتخار میکنیم وقتی میشنویم. اصلا حالا من اینجوری هم، حالا شما هم شاید هم یه اعتقاد داشته، هر ایرانی که تو هر زمینه تو دنیا اسمش برده میشه من افتخار میکنم. دمشون گرم. چون که داورین همیشه تو بازی‌ها همه حاشیه‌ها رو می‌بینید، بالاخره فحاشی و در واقع اتفاقای مختلف، موافقین که اگه خانم مثلا توی استادیوم بیان این جوونمون یه ذره از این التهاب میاد پایین، فوشا کمتر میشه، حاشیه‌ها شر رایس بکنه، یا نه اصلا کار خودشونو میکنن؟ ببین این تصمیم مهم وقتی قراره گرفته بشه باید یه سری سلسله امور توی کارگروهی تصمیم گیری بشه و اجرا درسته. بشه این که ما الان بگیم خب الان استادیوم بدترین شرایطو داره، الان شما میدونید بله تماشاچی ما با بدترین حالا وضعیت حالا جسمی و روحی میرسه به استادیوم، خیلی از امکانات حالا رفاهی براش فراهم نیست، همونجوری عصبی میاد تو استادیوم.
یه سری هم لیدر حالا هستن که شروع میکنن از داغش میکنن تیم حریف و داور و اینا مورد حجم قرار دادن و توهین کردن، در صورتی که من میگم کره ژاپن اینا میریم هیچ وقت نمیام وسط بشینم وسط زمین، همیشه پشت دروازه هستن. که بعد من سوال کردم چرا این تماشاگرها مثلا وسط ها خالیه، ما تو ایران همه وسط میام میشن، بله چرا شما پشت میشینی؟ گو اینا تماشاگر تیم هستن که همیشه پشت، میگن ما از پشت شما رو ساپورت میکنیم، حمایت میکنیم از دقیقه حالا نمیان قبل از بازی هم هی به هم دیگه فحاشی کنن، ساکتن بازی که شروع شد یک صدا تا 90 دقیقه تیمشون رو تشویق کنن. مثلا بازی ساعت 5 بعد از ظهر تو ایران مثلا از 10 صبح تشویقا شروع میشه. حالا ما الان با این وضعیت افتضاحی که داره بگیم خانوما بیان استادیوم، خب قطعاً یه الان وقتش ناهنجاری هم به وجود میاد، یه فرهنگ سازی باید صورت بگیره، جای خانوما مشخص بشه، جای خانواده ها مشخص بشه، حتی خب اینم میرن دوباره سمت چک کردن مدارک و اینا داستان جدا باشه. به عمر ما قد نمیده دیگه، خب جدا باشه ولی خب قطعاً خیلی کمک میکنه. 98 نمیشه قطعاً، بخوایم میشه. شده واسه شما دستور بالا بیاد بگه این تیم بعد ببازه؟ نه اصلا، حالا تو دربی های چند وقت این این شایبه وجود اومد که بازی های مساوی میشد به داورا میگن، در صورتی که خود تیما هم مثلا به خاطر جو بعدش که میبازن تماشاگر مورد فشار قرار میگیرن خودشون محتاط بازی میکنن و خیلی از بازی ها مساوی شد. ولی من به شخصه 6 تا دربی قضاوت کردم، کسی با من در موردی که نتیجه چی بشه صحبت نکرد، بقیه مواردم که نه. آقای فقان شما که اینقدر ماشاءالله صادقانه و شجاعانه حرف میزنید، واقعا هست تیم باشگاه یا آدمی که بخواید ازش عذرخواهی کنی؟ بابت قضاوتتون دیگه. نه اصلا. ببینید خیلی وقتا شده من اشتباهم قضاوت کردم، فیلمش هم دیدم، بله، و به اشتباه خودم پی بردم. ولی من در جایگاه داور اگه قرار بشه عذرخواهی بکنم، هر هفته باید از همه تیم عذرخواهی کنم، از بازیکن‌ها عذرخواهی کنم که من اشتباه کردم. کدوم یکی از داور جوان الانمون آینده داره به نظر شما؟ آینده خوبی داره؟ ما الان 6 هفته داور بین‌المللی که داریم، حالا از نفر دوم آقای بنیادی‌فر حیدری، آقای اکرمی، آقای وحید کاظمی از داور خوب آینده‌دار هستن و زیاد هستن، فقط باید یه سری افراد بزرگتر راهو به اینا رو نشون بدن. راه که نشون داده بشه اینا بدونن تو چه مسیری باید فعالیت کنن، از بحث زیرمیزی و رشوه و نمیدونم دمی رئیس رو ببین خارج بشن، راه اصلی خودشون رو دنبال کنن، خودشون رو تو تمام زمین‌ها قوی کنن. همون توصیه که به من میشد، میگفتن خودت تو تمام زمین‌ها قوی کن که هیچ ایرادی بد نتونن بگیرن، که مهمترینش حالا بحث آمادگی جسمانی و زبان انگلیسی بود که من گفتم درس با 6 تا 7 تجدیدی خرداد مثلا کارنامه رو میگرفت، ولی نمره زبانم 20 بود، اونم به واسطه این بود که پدرم مثلا از اول راهنمایی تا آخر دبیرستان به اجبار ما میفرستاد کلاس زبان. الانم دارین خیرش رو میبینید. الان میگه خدا پدرش بیامرزه همیشه دست بوسش. خدا رو شکر. آخه داستان VAR تو ایران به کجا رسید؟ VAR تو ایران میگم ما باید زیر ساختار رو درست کنیم. بله. اینجوری نیستش که اومدن روز اول گفتن ما وی ای آر میخوام بذاریم و سیستم داریم، اینجوری نیست. شما لایسنسش رو از فیفا بگیری، مجوزش رو بگیری، پروسه زمانی 9 ماهه داره که فکر میکنم دیگه تا سال بعدم جواب ندی، سال بعد ایشالله. ایشالله به امید خدا. دردسر نشد عکس با احلام؟ یعنی حالا شما که به حاشیه ها کلا چیز نمی کنید، توجه نمی کنید، ممکنه که تو خانواده مثلا عکسی که اومد بیرون همسرتون تماس یه اتفاقی؟ نه خوشبختانه همسر من کامل منو میشناسه و بله. خانم احلام هم یه خانم متشخص بودن که من تو دو سه بازی که اونجا بودم دیدم، میان با حالا اون همسرشون و دوستانشون تیمو تشویق میکردن و بعد اینکه من عکس گرفتم خب شناختیم که ایشون خانم احلام هستش. قبلش اصلا شناختی نبوده. میگم من گفتم زیاد به ریزبین نیستم، خیلی از موزیکا رو گوش میکنم، که بعد دیدم پسرم فرستاد گفت اینکه عکس من خودی که عکس که خانم احلام این که ما گوش میکنیم، گفتم من حالا نمیشناختم، ولی خب بله. ایشون نهایتا ایرانی هستش و خیلی از بزرگان ما تو عرصه های مختلف ورزشی و هنری که خارج از کشور زندگی میکنم واقعا برای خیلی از مردم قابل احترام هستم و بله. مثل خیلی از هنرمندان که میگم من اکثر فیلمایی که میبینم فیلمای قدیمی هستش که اساتیدی مثل استاد بهروز وثوقی و یا بله. کارهای حالا طنز آقای فرزی سیادپور. بله در واقع پس آقا سپر بیشتر با خانم احلام با آهنگاشون، البته سپر و دخترم ساغر که ساغر من میگه معمولا با یه آهنگ میرقصید که بعد دینم آخه نه اگه واقعا دست ما هم بود حتما سعی میکنم یه ولی از آهنگای احتمال پخش کنیم که نمیشه. شده تحت تاثیر جو تماشاچی یا فشار بازیکنان یا مربی یا تغییری بدین تو سود زدنتون؟ همیشه از اون قدیم هم سعی کردم و اینجوری فکر کردم که اگه شهر به آشوب هم کشیده بشه اون چیزی که ببینم و بگیرم، که این اتفاق هم افتاده و تو خیلی از شهرها که الان عواقبش هم هنوز
دنبال ما هستش همچنان هست. بله، ولی اون چیزی که دیدم گرفتم و ترسی از چیزی نداشتم. یه مثلا بازیکنایی بودن که میدونستم اگه بیرونش بکنم تا چندین حالا ماه یا سال خاشیش هست، فوش و تو اینا هست، ولی اون کاری که احساس کردم درسته رو همیشه انجام دادم، چه تو داوریم چه تو زندگی، ولی در لحظه احساس کردم درسته انجام. رونالدینیوش هم اخراج کرد نظرین؟ اخراج شد، ولی میگم خوشبختانه درست بود و زیاد حالا مشکل برام خاشیه ترین اخراجتون کدوم بوده آقای فغانی؟ ببین توی مقطع زمانی بود که آقای فراد مجیدی از استقلال و خدا بیامرز هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس بودیم، دوستان دو سه دفعه پشت سر هم اخراج شدن که یه خورده توسط شما. آره حالا بیرون و یه خود حاشیه درست کردم، وگرنه من چند بار دور کشید؟ نه همین الان هر کدوم استقلالی منو میبینم میگه آقا چیکار داری با آقای مجیدی، میگم والا الان رفیقیم با هم، مشکل نداریم. عرض به حضورت آقا داورا چیکار میکنن که تو دست و پای بازیکن ها نیستن؟ نه هستیم. چه شکلیه؟ این یه چیز اجتناب ناپذیره بعضی وقتا با توجه به شرایط بازی، چون فوتبال یه رویه خاصی نداره که بگی مثلا همیشه از این طرف بازی میشه، فوتبال شناور هستش و خیلی وقتا شده اصلا توپ به ما برخورد کرده. من تو فینال المپیک یه توپ اومد قشنگ استوپ سینه کردم برای بازی کنم، یعنی اجتناب ناپذیره. بعضی وقتا توپ نه، حالا خوشبختانه خدا رو شکر. دنیای تبلیغات چطور بود امسال؟ یعنی واسه اولین بار بود یه داور از ایران کار تبلیغاتی انجام داد، یعنی یه لاین دیگه ای واسه خوب... کار شما. درآمدش خوب بود نسبت به داوری؟ نسبت به داوری خیلی خوب بود. شما که داوری خود در... خوب باشه فهم. نه من هیچ وقت خودم در مثلا خودم و داورای دیگه مقایسه میکنم، این حق و زمینه که دوستان من دارم میگیرم واقعا لیاقتشون بیشتر از این حرف هاست. هیچ وقت خودمون رو با فوتبالیست ها مقایسه نکردیم، چون اصلا کارمون رو فرق میکنه. اگه ما استعداد شده داشتیم میرفتیم فوتبال. شما که فوتبالیست هم بودین البته. آره ولی خب تو اون مقطع شاید انقدر خوب نبودم که داوری انتخاب کردم. هیچ وقت حسرتش نمون بسطه اون که کاش من فوتبالیست میشدم، انقدر درد سر نمیکشیدم. خدا رو شکر حالا چه تو بحث مالی خانواده همسرم و پدرم انقدر ما رو حمایت کردن که مشکل مالی نداشتم که خدا نکرده بگم آخ من حسرت بخونم چرا اون موقع حتی با رشوه هم شده نرفتم فوتبال. این اتفاقات خیلی خوبی هم که افتاده، من تو هیچ تیمی نمیتونستم به دست بیارم. آره دیگه واقعا شما سطح و لول فوتبال ایران رو تو لاین خودتون خیلی بالا بردید. واقعا شده دلتون واسه یه تیم بسوزه یا واسه یه بازی کنی بگی بابا اینا که دیگه بنده خدا مثلا 5-6 تا خوردم ولش کن اینو که اخراج نکنم فلان؟ تو بحث کارت زرد و قرمز خب خیلی وقت پیش میاد، ولی تو بحث عرض به خدمت شما نتیجه نه. ما مثلا یه تیم 4-0 عقب اگه پنالتی به زرش بشه ما باید بگیریم، وگرنه اون جواب ناظر آخر بازی نمیشه داد. ولی تو بحث کارت زرد و قرمز خطایی که میشه، این دیگه بحث مدیریت داوری که میشه اینو هم حالا مدیریت کرد. از اینکه فینال جام جهانی شما سود نزدین خوشحال شدین؟ اون رئیس جمهور کرواسی اونجا بود و همه رو بغل میکرد و اینا. خدا رحمت کنه. من مشکلی ندارم. نمیدونم ولی من همیشه میگم تو لحظه اون چیزی که احساس میکنم درسته انجام میدم. شاید اون لحظه میکنم انجام میدادم. آره دیگه. بذاره دوباره حاشیه میشه. آره خدا رو شکر نرفتیم. آره از این نظر گفتم خدا رو شکر نشد. اسم بازیکنان رو قضاوت شما تاثیر داره که مثلا چقدر آدم معروفی باشه، بزرگی باشه، چه تو ایران چه خارج از کشور؟ همیشه سعی کردم اینجوری نباشه، چون ما تو آموزشایی که می‌بینیم تیم آ با تیم ب هستش، بازیکن شماره فلان با شماره فلان. هرچند من هیچ وقت بازیکن‌ها رو شماره صدا نمی‌کنم چون فکر می‌کنم توهینه. درسته. مگه اسم بازیکن پشتش نمی‌شه؟ چون تو ایران چه بازیکن‌های جوان چه بازیکن‌های مسن‌تر همیشه به اسم کوچیک، خب یه خود سن و سالی هم به هم نزدیک میاد بزرگتر. درسته. یه چه جالب اسم کوچیک من صدا می‌کنم، حس می‌کنم یه ارتباطی دوستانه، یه حس اعتمادی بینمون به وجود میاد بیشتر برای اونا. شده ایدی سر در واقع حالا کار باشین، سر فوتبال باشین و پیش خانواده نباشین، حالا چه لحظه تحویل سال چه تو خود ایام عید؟ ببینید همین بازی باشگاه آسیا اغلب به 28-9 اسفند میخورد و خیلی پیش اومد که ایران نبودم، ولی دوتا فرزندمون رو واقعا همسرم بزرگ کرده. من میگم توی به قدری تو کاره بچه ها اشراف داره و من اطلاعات ندارم، رفتم مدرسه کارنامه پسرمو بگیرم، گفت کلاس چندمه؟ گفتم دهم. چند دقیقه گشت گفت مطمئنی دهمه؟ گفتم والا نمیدونم. خودش گشت شما گفت آقا یازدهمه. مطمئنی از شما درگیر کارین؟ خیلی میگم همه کارا رو همسرم انجام میده، مخصوصا کارهای درسی. شما چه شکلی جبران میکنید برای ایشون؟ هم آبر بانک فقط؟ همه چی زندگی من دست همسرم. چقدر جالب. پس انقدر که تو زمین جدی اینو خشنین، تو خونه اصلا همه چی تسلیم. ببین بالاخره دیگه آقای مدیریه. بله. یه کلیپی داشتن که انقدر مرد انقدر خوب نمیشه، بالاخره یه سری باج بدین.
قطعا هم بیتونه یه درخواست بکنه سر سال تحویل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران از نگاه جامعه داوری. من از آقای تاج ریاست محترم فدراسیون و بقیه حالا کمیته های مسئول مثل کمیته اخلاق و کمیته انضباطی اینا اهرام بازداننده و حامی داوران میتونه باشن. من ازشون استدعا دارم که این کمیته هاشون رو قوی کنن و اون چتر حمایتیشون رو داور رو بیشتر از قبل باشه. اصلا ما شنیدیم که خوشحال‌ترین آدم روی زمین الان شماین، چون دیگه برنامه 90 عادل فردوسی پور هم کلا تعطیل شد. نه اون حاشیه ها تموم شد. نه خوشبختانه ساعت 1 و 2 شب شماره میورد رو خط. آقای فقانی چی شد تصمیم؟ نه مشکل نداره. ببین برنامه 90 آقای فردوسی پور برنامه‌ش حالا گذشته از اینکه یه سری کارشناس واقعا کارشناس نیستن و حالا تو این امری خود مشکل داشت، و اگر نه تو خیلی از موارد بود حقانیت و اون تصمیم درستی که داور گرفته بود نمایش داده میشد و خیلی سر صدا رو میخوابوند. یعنی شما اوکی این با 90؟ بله، چون تنها جایی که خیلی خوب حالا با کیفیت مناسب نشون میداد حالا برنامه 90. حالا شبهای فوتبالی و برنامه دیگه هم که خب یه کارش، ولی واقعا جاشون خالی میشه ان شاءالله که امسال برگرده. یعنی امیدوارم مشکلشون حل بشه و هر شد فوتبال واقعا اگه نباشن خالیه. شده کارشناسی بره تو برنامه 90 بخواد مثلا روی خصومت شخصی هی به شما گیر بده و یعنی چند بار تکرار بشه به کار شما؟ من همیشه سعی کردم اون صحبتایی که گفته میشه، اون چیزایی که به دردم میخوره گوش کنم، اون چیزایی هم که احساس میکنم درست نیست و حالا اثر من درون افراد رو نمیدونم که حسادت هست، من خصومتی با هیچ کسی ندارم، ولی خب خیلی ها که واقعا اصلا چون از داوری رفتن کنار نمیشه اسمشون بذاری کارشناس، ولی چون از داوری رفتن کنار با یه سری روابط میرن توی تلویزیون با اسم کارشناس رو خوبش میذارن، حتی از بعضی حرف اونها مثلا کنار یه سری نکته ها رو مثبتاشو برداشت. به عنوان یه آدم ورزشی که تو فوتبال هست و حاشیه رو قطعا در جریانش هستین، موافق پس دادن پول آقای هدایتی از طرف کسی که تو فوتبال پول گرفته ازشون؟ حالا من اصلا مخالف هستم که اینجور فضا ایجاد بشه تو کشور برای یه نفر که بیاد با حالا با این سرمایه بخواد مثلا یه شهرتی به دست بیاره، بعد تو رأس یه سری از باشگاه فعالیت بکنه. اینو خیلی زودتر از این اتفاقات باید پیشگیری بشه تو کشور. و متأسفانه پول بیت المال خیلی راحت برده میشه، به هیچ وجه هم من فکر نمی‌کنم برگردونده بشه. خیلی‌ها که کشور خارج میکنن رفتن تمومه. بله. اونایی که داخل کشور هستن کی میاد برگردونه الان؟ هبه خب واقعا میگم، حالا مثلا تیم ما رفته بود جام جهانی. بله. اگه مثلا به خود ما مثلا یه خودرویشون میداد، الان خود منم برنمیگردم. او چقدر صادقانه. خب پس شجاعانه. آره دیگه گرفتین تموم شد رفت. در نکنه، ولی از هر کی پول خورده خودش باید جواب بده، نه من که. قطعا همینطوره. دلتون سوخت امسال واسه مردم مثلا اتفاقی افتاده باشه که خیلی ناراحت کننده باشه؟ بدترینش همین وضعیت معیشتی مردمی که متاسفانه من فکر می‌کنم مردم ما سزاوار هستن که یه خود از نظر زندگی بهتر شرایط بهتری داشته باشن. این مقایسه کوچیک ما هم کشورها باشه خلیج فارس بکنیم، فکر می‌کنم مردم ما سزاوار باشن. اصلا اگه علیرضا فغانی توی کشوری غیر از ایران به دنیا میاد و همین رشته رو ادامه میداد موفق‌تر از الانش بود به نظرتون؟ نمیشه قطعی نظر داد، ولی من فکر میکنم یه درصد خیلی بالایی از موفقیت من به خاطر همین تحقیر و نادیده گرفتن و صحبت های حالا این حجم هایی بود که داخل کشور بوده. ببین تو بعضی امکان داره این تحقیر و این حجم ها اثر منفی بذاره و خیلی راحت کنار بره، باش کنار نیاد و میدون خالی کنه، ولی من همیشه حتی تو بدترین شرایط که حتی وزیر کشورم وزیر ورزش کشورم علیه من مصاحبه کرد به حمایت از یه تیمی، اصلا سکوت رو اختیار کردم و سعی کردم برم تو اون بحث بین‌المللی که این مسائل مطرح نیست خیلی مصمم‌تر بیام و همیشه همین روند رو ادامه دادم و خوشبختانه جوابم. همیشه می‌جنگین یعنی در واقع؟ احساس میکنم منم تا یه حدی میتونم این کار انجام بدم. بعضی وقتا شده که میگم الان اگه جمع کنم برم و دیگه اصلا خیلی راحت‌تره برام و دیگه کششی مثلا این حرفا و این مسائل رو ندارم. یعنی به فکر زندگی تو خارج از کشوری؟ با توجه به خواست خانواده‌ام حتما این کارو صورت میدم. تهدیدم میشی؟ زیاد. مثلا همه این که میکشیم و میزنیم و زندگی تو فلان میکنیم و بچت از آه و نفرین و تهدید و اینا خوشبختانه دیگه میگم با توجه به این فرهنگ بعد و این بحث مجازی که شما رو راحت میتونن پیدا کنن زیاد هست. الان که دیگه شماره رو قشنگ خیلی راحت به اشتراک میذارن، مثلا این شماره فلانی زنگ بزنیم فوش بدیم. لجم میکنین تو بازی؟
نه لج نمیکنم، ولی کسی بی احترامی کنه اینا بگین مثلا حالتون میگیره. من تو جریان بازی کسی بی احترامی کنه که خیلی راحت عذرش میخوام میذارمش بیرون. ولی یه چیزی که قبلا هم گفتم، ببینید هر چقدر که شما مثلا الان تیم باخته، بازیکن و مربی میو مصاحبه میکنه علیه دو، بدترین الفاظ به کار میارن. هر چقدر شما بگین من انسانم، من صادقی هستم، اینا رو مثلا توی قضاوتم اثر نمیذاره، واقعا اینجوری نیست. من خودم به شخصه هیچ وقت یادم نمیره بابا اولین جایی که بشه یقشون رو گرفت میگیرن. تمام. آقای قلونی هم که همچنان نبخشیده شما رو. مهم نیست، من صبحم چند روز پیش ببخشید رادیو با ایشون، حالا یه بحثی بود که هم ایشون روی خط بود هم من، گفتم که من این مسابقه کردم. منم عرض کردم که خب برای من به عنوان داور مهم نیست، شاید خیلی از خانواده ها باشن که فوتبال نمی کنن من اصلا نفرین کنم، ولی این کار من هستش، اصلا مهم نیست که شما من رو ببخشید و نبخشید و من اصلا بهش فکر نمی کنم. من یه چارچوب کاری دارم و برای رضایت خدا برای من مهمتر از اینش که بخواد افراد رضایت داشته باشن، و مهم نیست که ایشون رضایت داشته باشن نداشته باشن. خلاص، شما پرچمدار داوری ایرانی تو این چند سال اخیر، همان پیرو شما. آقا خیلی آرزوهای خوب واسهتون داریم، ان تو سال 98 هم افتخار ایران باشین، بدرخشید مثل همه این سالایی که بودید و هستید و باشین. آرزوهای خودتون، دعای سال تحویلتون رو با مردم به اشتراک بذارین و خیلی هم مخلصین. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، آرزوی بهترین رو دارم براتون و همه همکاران محترمتون. آرزو میکنم که همه به آرزوهاشون برسن ایشالا، و یه خود شرایطی گفتم معیشتی هممون بهتر بشه ایشالا، ما جزی از مردم هست ایشالا، که 98 سال خیلی خوبی باشه واسه هممون ایشالا. مرسی آقای فقانی، ممنون که وقت گذاشتید. قربونتونم، خیلی ممنون.